سلام علی هاشمی هستم، کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. در این ویدیو کوتاه قرار یه سوال خیلی قشنگ با هم دیگه بررسی کنیم از مشتق پذیری تعابع دو ضابطه. بریم سراغ سوالمون. اگر این بنده خدا توی نقطه x مساوی با یک مشتق پذیر باشد، من ادامه بازی رو نیوردم. چرا؟ چون معمولا میگه آقا بگو آ چی میشه، ب چی میشه، جمعشون چی میشه. هدف بازی اینه که شما مقدار A و مقدار B رو به دست بیاری. حالا چجوری باید این کار کنم؟ آقا یه تابع مشتق پذیر خواهد بود اگر در قدم اول پیوسته باشه. پیوسته یعنی چی؟ حد راست، حد چپ و مقدار باید با هم برابر باشن. برای که من مقدار حد راست رو به دست بیارم، خب حد راست از این بنده خدا به دست میاد. به جای ایکس ها باید یک جایگزین کنم. میشود آ به علاوه ب به علاوه جناب یک. این باید مساوی باشه با حد چپ. حد چپ اینجا به دست میارم، یعنی به جای ایکسش بذارم یک که این بنده خدا هم بشود یک. آره یا نه؟ در ضمن مقدار تابع هم همون ضابطه بالاییه. پس اگر آ به علاوه ب به علاوه یک مساوی با یک بشه، تابع من پیوسته خواهد بود. جناب یک اگه بره سمت راست، اون وقت آ به علاوه ب برابر می شود با صفر به عنوان معادله اولم. حالا چی؟ پیوسته است. حالا باید مشتق چپ و راستش هم برابر بشه. پس برای این بازی توی قدم اول باید برم سراغ مشتق گرفتن، مشتق بگیرم. افرین زیبا برابر خواهد بود با مشتق بالایی، می شود دو آ ایکس به علاوه بی. مشتق این رفیقمون پایین میشه سه تا ایکس به توان دو. اگه دوباره به جای ایکسش مقدار یک رو جایگزین کنم، اون وقت دو تا آ به علاوه بی باید مساوی باشه با سه. حواست باشه که وقتی A به علاوه B می شود صفر، یعنی A و B قرینه هم دیگر. پس من به جای B میتونم بگم منفی A توی خط پایین، به جای B منفی A جایگزین کنم. در نتیجه دو تا A منهای A می شود سه، یعنی جناب A برابر خواهد بود با سه. آقا اگه A برابر باشه با سه، پس B عزیز من باید مساوی بشه با منفی سه، چون این دو تا قرینه هم دیگر. یه بار دیگه مرور کنیم. تابع دو ضابطه ای مشتق پذیر خواهد بود اگر در قدم اول پیوسته باشه، یعنی حد راست، حد چپ و مقدار برابر باشه. در قدم دوم ازش مشتق بگیرم، مشتق های چپ و راست هم باید با هم برابر باشه. متشکرم.